درود ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان سروران. خب من امروز یه توییتی زدم و گفتم در سال 2021 بیشک آقای ترامپ توسط صهیونیسم جهانی حذف فیزیکی میشه. خیلی ها گفتن چطور اینا، و من دیدم که لازمه که کلن این مورد خیلی قشنگ باز بکنیم که چه دلایلی وجود داره که سیستم صهیونیسم جهانی، با وجود اینکه خب خیلی‌ها سوال کردن که آقا این همه خدمتایی که کرد به صهیونیسم اصلا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نکرد، چرا اینو میخوان ترورش کنن و چرا میخوان حذفش کنن، چرا باید ایشونو حذف فیزیکی بکنن؟ بعد از انتخابات آمریکا ترامپ حالا یه مدتی حالا هوادارش جنگ داخلی راه میندازن یا نمیندازن، ما بهترین حالت رو بگیریم مثلا ترامپ نتیجه انتخابات هم قبول کنه بره کنار، آیا ترامپ دست از افشاگری بر میداره؟ نه، تازه ترامپ هنوز رئیس جمهور داره میگه سیستم فاسد آمریکا. اما کجا مجبور میشه و به این نتیجه میرسه که باید ترامپ ترور بشه و باید حذف فیزیکی بشه؟ اونجاست که ترامپ فقط افشاگری نخواهد کرد، ترامپ وارد کنشگری میشه. برای نمونه هنوز رئیس جمهوره، هنوز رسما اعلام نشده که شکست خورده، از دفترش تو کاخ سفید اعلام میشه که ترامپ حتی اگه این دوره ببازه 4 سال دیگه دوباره میاد و کاندید ریاست جمهوری میشه. میدونین یعنی چی؟ یعنی 4 سال دیگه دوباره چالش. آمریکا و جریان صهیونیسم جهانی و گلوبالیستی که دارن مهندسی گلوبالیستی میکنن در دنیا تحمل چالش های دیگر ترامپ رو ندارن، و ترامپ توانایی هم داره. آخه لعنتی مردا که حرام لقمه قاتل، آخه توانایی هم داره. وقتی که ترامپ 4 سال دیگه دوباره بیاد بگه من میخوام رئیس جمهور شم، میدونی چه چالشی را میفته برای آمریکا؟ پس بنابراین باید حذفش بکنن، راهی ندارن. ترامپ باید حذف فیزیکی بشه، نه به خاطر افشاگریایی که خواهد کرد، که خواهد کرد، به خاطر چالش هایی که در آینده با کاندید شدن دوبارش برای آمریکا به وجود میاد. اینو تحمل نمی‌کنن. ترامپ باید ترور بشه، ترور خواهند کردش، آمریکا این کارو خواهد کرد، جنگ صهیونیست جهانی خواهد، و خواهید دید این اتفاق هم تا پایان سال 2021، و خواهید دید این پیشبینی ها اینا ثبت در تاریخ ها. خیلی جرأت هم میخواد کسی مثل من بیان اینجوری هم پیشبینی کنه که یعنی برنامه برای کارنشناسا درست کردیم. ولی خواهید دید که ترامپ در سال 2021 کشته خواهد شد، ولی جوری کشته خواهد شد که بگم مرگ طبیعی، قصه خورد مرد. آخه شما به این مسئله رو بشینی با مرغ چلاق در میون بگذاری، میخنده جانم. و موشی که سرطان گرفته بری بشین این درد و دلها رو بکنی، اصلا از دستت فرار میکنه. مگر اینکه ترامپ بعد از انتخابات شخصیتی که ازش دیشب دیدین ادامه دار باشه، سر به زیر باشه، حالا اگه افشاگری کرد کم افشاگری کنه و کنشگری سیاسی رو حداقل بذاره کنار، اون موقع سیستم جهانی شاید نخواد ایشون رو دیگه ترور کنه. مگه که تو این زمینه فقط تحلیل من اشتا حرفامو گوش کنن و برن یه مش عقب افتاده شروع نکنن آقا تو کار نشناس درست میکنی، خودت اشتباه میگی، ببندن دهنا رو. اگر ترامپ سر به زیر باشه ترور نمیشه، ولی آیا شخصیت ترامپ شخصیتی است که سر به زیر باشه؟ دیشب بود، آیا این دیشبش ادامه دار خواهد شد؟ من بعید میدونم. دیشب شوک شده آقای ترامپ آدمی نیستش که ادامه دار بخواد سکوت بکنه، و این آدم حتما آمریکا رو برهم خواهد ریخت. حالا تو این مقطع هم اگه کاری باش نکنن، در طول مدت به خاطر که از 4 سال دیگه میترسن این کاندید بشه، ترامپ شخصیتی نیستش که بخواد مثل دیشب برخورد کنه. دیشب یه اتفاق خاص بوده به نظر من. من اگه شخصیت دیشبش بشه شخصیت ثابت آقای ترامپ، اون موقع از خطر مرد حداقل به نظر من گریز میکنه. ولی اگه شخصیتی که در 4 سال گذشته از آقای ترامپ دیدیم، شک نکنید که صهیونیسم جهانی و سیستم آمریکایی ایشون رو حذف فیزیکی میکنه. قربونتون برم، این بخش برنامه رو میبندم. امیدوارم مفید بوده باشه و این تحلیل واقعا جدی رو داشته باشه. این صحبت‌ها صحبت تاریخی خواهد بود. اگر برای آقای ترامپ بیشک واقعا که این من فکر نمی‌کنم واقعا بخواد کنار بره، بیشک به کنشگری‌های سیاسیش بعد از انتخابات، بعد از شکستش، بعد از کنار گذاشتنش بخواد ادامه بده و از این 70 میلیون رأی که داره اینا رو اکتیو نگهداره، این توده مردم رو اکتیو نگهداره، بیشک ایشون حذف فیزیکی میشه و اون موقع این برنامه ما یک برنامه تاریخی خواهد بود که پیش بینی کردیم در این تاریخ.